حسین ملکی زندانی سیاسی دهه 60 و از جان به در بردگان اعدام های سال 67 سلام میکنم به شما. من هم سلام میکنم به شما و همه بینندگانتون و تبریک میگم که دادگاه تا این مرحله در واقع مرحله نهایی خودش رو طی کرد و ما باید منتظر صدور حکم طرف قاضی دادگاه باشیم. آقای ملکی، امروز وکیلان مدافع حمید نوری از شما نام بردند، ایرادهایی به شهادت شما وارد کردند، گفتند که او خواسته ناخواسته نام عباسی رو جایگزین کرده و به نوعی اصالت شهادت شما رو زیر سوال بردند. در این مورد توضیح دارید؟ بله، ببینید، ما حتی این مسئله تو دادگاه هم مطرح شد. واقعیتش اینه که ما زندانی ها وقتی که روایت های خودمون رو هم مسئله زندان مطرح می کردیم، از منظر حقوقی به قضیه نگاه نمی کردیم، صرفا از منظر تاریخی به موضوع نگاه می کردیم و خود اون چی که اتفاق افتاده بود رو تلاش می کردیم که توضیح بدیم. تو این رابطه به افراد زیاد توجه نمی کردیم، ولی در رابطه با همون موضوع وقتی در جریان بازجویی های پلیس مطرح شد، پلیس متمرکز بود روی شخص ها، روی اشخاصی که تو اون وقایع دست داشتن. یکی از این افراد که در واقع مسئله اصلی و هسته مرکزی اون سوالات بود، شخص حمید عباسی یا حمید نوری بودش. اینه که وقتی ما اون واقع وقایع رو دوباره میایم بررسی میکنیم و نگاه بهش میکنیم، به این سوال پلیس ها باید پاسخ میدیم که حمید عباسی رو ما کجا دیدیم. بنابراین توی وقایعی که قبلا طرح شده بوده از طرف ما، چون اشخاص مطرح نبودن اسم افراد نمی اومد، ولی در برابر پلیس ما اونجا نقش حمید عباسی رو تو اون وقایعی که او هم حضور داشته باید بهش اشاره میکردیم. یکی از موضوعاتی که اونجا در بازجویی پلیس هم مطرح شد، مسئله انتقال ما از بند یک گوهردشت به بند روبروی جهاد بود. روزی بود که در واقع ناصریان، حمید عباسی، داوود لشکری و تعداد پاسداری اومدن. ناصریان خود ابتدا توضیح داد در رابطه با اینکه چرا ما رو میخوان انتقال بدن و بعد مسئله رو سپرد دست داوود لشکری و حمید عباسی. اونجا خب من حمید عباسی رو در واقع باید اسمش رو ببرم. البته قبلا تو صحبت با بنیاد برومند که این روایت اونجا ثبت شده بود، من اشاره کرده بودم به ضمیر اشاره جمع، گفتم که ناصریان و اینها اومدن، ناصریان و اونها اومدن. توی دادگاه هم در واقع دادستان همین مسئله رو مطرح کرد و توضیح خواست از من که این اینها و اونهایی که تو هی به مرور به دفعات تکرار کردی منظورت کی بوده، و من مشخصا پاسخ دادم که منظور من از این اینها و اونها ناصریان، داوود لشکری، حمید عباسی و تعدادی پاسدار بوده. خیلی ممنونم. آقای ملکی، شما وقتی دستگیر شدید چند ساله بودید؟ من زمانی که دستگیر شدم 19 سالم بود. اون لحظه ای که دستگیر شدید رو به خاطر میارین و میتونین بگین اون لحظه ای که دستگیر شدین چه احساسی در واقع در شما ببینید؟ این وچه مشخصه همه زندانی ها هستش که روز دستگیریشون رو به خوبی یادشون میاد و روز آزادیشون رو بخش غالب به یادشون نمیادش. من زمانی که دستگیر شدم توی خیابون بودم و به طور مشکوک در برابر دانشگاه تهران با یک کیفی که همراهم بود دستگیر شدم. تو اون کتاب‌هایی بود مربوط به اون جریانی که من بهش وابسته بودم، و وقتی اونها اون کتاب‌ها رو دیدن من رو دیگه منتقل کردن. خب احساس کردم که حالا مثلا فضای جامعه هنوز بسته نشده بود به شکلی اونچه که بعد از 30 خرداد سال 60 اتفاق افتاده بود. فکر میکردم در حد اینکه مثلا 4 تا چکلاغت بزنن و 4 تا سوال بکنم منو ول میکنم، ولی نمیدونستم که یه پروسه طولانی که در حدود 11 سال طول خواهد کشید رو باید طی بکنم. شما در مورد روز آزادیتون هم ولی یک خاطره ای دارید که اون رو هم حالا بد نیست مطرح بکنید؟ بله، من روز آزادیم رو به این دلیل تو ذهنم مونده که چون 2 سال بعد در چنین روزی من مراسم ازدواج و عروسیم بود که با همسرم که ازدواج کردم، این روز رو روز 30 اردیبهشت رو به این دلیل من توی ذهنم مونده. آخرین سوال هم از شما این است که فکر میکنید پیشبینیتون چی از رأی دادگاه و فکر میکنید که چه رأی صادر خواهد شد؟ من علی‌رغم اینکه معتقدم تا همینجا هم جنبش دادخواهی واقعا به پیروزی بزرگی دست پیدا کرده با دستگیری حمید نوری که محاکمه او محاکمه رژیم جمهوری اسلامی به خاطر فجایعی بود که از ابتدای تولدش تا به امروز به وجود آورده در جامعه ایران،
معتقدم که مستندات بسیار بسیار محکمی در رابطه با محکومیت نوری تو این دادگاه ارائه شده و من ارزیابیم اینه که او محکوم خواهد شد. حالا امیدوارم که برای اجرای عدالت به مفهوم واقعی خودش و اینکه مرهمی بر زخم خانواده ها باشه او حبس ابد بگیره. سپاسگزارم از شما. حسین ملکی، زندانی سیاسی دهه 60 و از جانب دربردگان اعدام های سال 67 که در این گفتگو شرکت کردید. منم از شما سپاسگزارم که این فرصت رو به من دادید تا گوشه ای از این مسائل رو با هم تحلیل کنیم.